سلام همراهان گرامی، امیدوارم که در هر کجای دنیا که به تماشای ویدیوی ما نشستید حال دلتون خوب باشه. تو این قسمت در مجموعه پیاده روی هامون به شهر قزوین اومدیم. برای اینکه به بافت تاریخی شهر نزدیک باشیم، اقامتگاهمون رو توی خیابون امام قزوین گرفتیم که یه خیابون قدیمی با ارتفاع ساختمان‌های پایین، خیلی هم شلوغه، جای پارک به شدت کمه و ولی یک سری پارکینگ‌های عمومی دارن که ازش میتونید استفاده کنید. ولی یه خیابونی که پر از مهمانپذیری‌های ارزونه. خیلی جالبه که یک حموم سنتی هم داره که میتونید ازش استفاده کنید. وقتی که در خیابون امام از تقاطع خیابون مولوی گذشتیم، در سمت راستمون به مجموعه بازار بزرگ سرپوشیده قزوین رسیدیم. جایی که پیاده روی کردیم و بازدید کردیم راست بازار الاف هاست که وقتی که از سمت خیابون مولوی حرکت میکنیم در سمت راستمون اولین راست بازار، یه مجموعه ایه که میوه فروش ها به سر لوازم غذایی، مواد غذایی درش خرید و فروش میشه، میتونید استفاده کنید. بازار سرپوشیده ایه و در انتهاش هم بازار به اصطلاح مغازه های پرنده فروش های زنده، یعنی پرنده های زنده مرغ و خروس و بقیه حیوانات رو میفروشن. و قبل از اینکه وارد بازار کنید یک سری مغازه هایی داره که مغازه فروش ماهی و مرغ و گوشت هستش. بعد از این مجموعه الاف ها هم قسمت اصلی بازار سرپوشیده قزوین هستش که در ویدیوی دیگه ما بهش خواهیم پرداخت. و بعدش مجموعه خیلی مشهور سعد و سلطنه است که برای اونم یه ویدیوی خواهیم ساخت و به تفصیل در موردش صحبت خواهیم کرد. حالا مجموعه الاف ها هم، من اولش الاف ها میخوندم و واقعا اسمش برای من جالب بود و دقیقاًم نمیدونم که چرا اسمش رو الاف ها گذاشت بوده. ولی اگر شما اهل قزوین هستید و اطلاعاتی در این زمینه دارید، لطفاً در قسمت کامنت ها برای ما کامنت کنید که چرا اسم این بازار رو الاف ها گذاشته. بر ترتیب در قزوین هستیم. همونطور که میدونید قزوین به شهر شاعر معروف، تصنیف ساز معروف دوران مشروطه آقای عارف قزوینی هست، هم شاعری که همون از خون جوانان وطن داله دمیده رو سروده و یه شعر دیگه‌اش که معروفه وقتی که محمد تقی پسیان کشته میشه، این شعر که این سر که نشان سرپرستی است، این روز رها ز قید هستی است، با دیده عبرتش ببینی که این عاقبت وطن پرستی است. یک آدم وطن پرستی بوده و خیلی معروفه و یک تکیه کلام ایداد بیداد هم از ایشون خیلی معروف هستش. قزوین به پایتخت خوشنویسی ایران هم معروف هست. در زمان صفویان شاه طهماسب اینجا رو پایتخت خودش قرار داده، از تبریز به اینجا منتقل شده پایتخت و همونجوری که میدونید بعد از قزوین هم پایتخت صفویان به اصفهان منتقل شده. به مدت نیم قرن قزوین پایتخت صفویان بوده. دولتخانه صفوی هم وجود داره در این شهر، دولتخانه مجموعه ساختمونی که وقتی صفویان منتقل شدن اون رو به عنوان مجموعه دولتخانه ساختن که از اونجا هم بازدید خواهیم کرد، ویدیوشو خواهیم ساخت که میرسه به مجموعه 40 ستون و سبز میدان قزوین. خیابون سپه که روبروی به دولتخانه صفوی هست به عنوان اولین خیابان طراحی شده ایران معروفه. پس بنابراین قزوین شهریه که اولین خیابون طراحی شده ایران که خیابون سپه هست در اینجا قرار داره. قزوین سر راه جاده ابریشم بوده که از این لحاظ هم معروف هستش که در جای قسمتی از جاده ابریشم بوده، برای همین محل وقوع حوادث مختلف بوده. امروز روزه یه در میدون مینودر هم یه بنایی ساختن، یه تعداد مجسمه شتر و تاجر اونجا گذاشتن که نماد به اصطلاح جاده ابریشم بودن هست. لقب بابل جنه یا مینودر
هم که به معنی دروازه بهشت هست به این شهر داده شده. یه لقب دیگه هم که به این شهر دادن لقب باغ شهر هست که ناصرالدین شاه به دلیل اینکه باغ‌های خیلی زیادی گرداگرد قزوین وجود داشته این لقب رو به این شهر داده و در زمان صفوی هم به دلیل پایتخت بودنش لقب دارالسلطنه رو به این شهر دادن که تا زمان عهد قاجار ادامه داشته. آبنبار سردار هم که بزرگترین آبنبار تک گنبدی جهانه در شهر قزوین قرار داره. در ویدیوهای بعدی از قسمت‌های مختلف و از جاهای دیدنی قزوین که بازدید کردیم ویدیوهاشو تهیه می‌کنیم و در خدمتتون ارائه میدیم. برای اینکه این ویدیوها رو از دست ندید سابسکرایب کنید، اگر اولین بار از کانال ما بازدید میکنید لایک و کامنت هم فراموش نکنید و در مورد جاهایی هم که ویدیوهاشو قرار میدیم نظرتون رو بنویسید، اگر اطلاعات اضافه‌ای در مورد اون مکان دارید بنویسید و اینکه اگر بازدید کردید واقعا نظر واقعیتون در مورد اون مکان دیدنی شهر قزوین چی هست. خیلی ممنونم که ویدیوهای ما رو تماشا میکنید. Hi, Sam. Bye-bye. I'm the dude. I'm the dude.